سلام، من ندا هستم، 40 سالمه. از اونجایی که من یک زن مسلمان زاده بودم، سعی می کردم هر اونچه رو که مادرم و زنهای خانواده انجام داده بودن رو همون جوری که اونها انجام داده بودن انجام بدم و کمتر سوال می کردم که چرا باید من مسلمان، من یک زن رفتاری رو متفاوت از مرد مسلمان داشته باشم، چون فکر می کردم که کاملا همین چیزی که انجام شده از قبل برای من هم همین هست و من هم باید همونها رو دونه دونه انجام بدم تا بتونم خدای خودم رو بهتر راضی کنم و ارتباط بهتری باهاش برقرار بکنم. ولی این ارتباط رو من نمیتونستم هیچ جوری برقرار کنم، با اینکه تمام اون اعتقادات و باورهایی رو که بهم یاد داده بودن رو تمام و کمال انجام میدادم، نمازهای طولانی میخوندم، حتی نمازهای شب دعای فراوونی رو داشتم، نامه ها حتی برای خدا مینوشتم، ولی تهش احساس میکردم که فقط انگار خودم هستم که دارم با خدا حرف میزنم و هیچ جوابی نمیگیرم، چون دوست داشتم که اون کسی رو که من رو خلق کرده بهتر بشناسم. و وقتی که با همسرم آشنا شدم و با هم ازدواج کردیم، همسرم هم کاملا اعتقادات و باورهای اسلامی داشت و اون هم مثل من تمام اعتقادات رو به درستی و به کمال انجام میداد، حتی خیلی بیشتر از من، و هر دوی ما یک چیز مشابه رو داشتیم، اون هم عشق به خدا بود. واقعیت این بود که با اون خدا هیچ ارتباطی نمیتونستم برقرار بکنم و این خیلی منو آزرده میکرد، خیلی به من حس بدی میداد و یک حس سرخوردگی داشتم و دوست داشتم که واقعا صدای خدا رو بشنوم و خیلی حس بدی داشت از اینکه بعد از این همه اعتقادات و باوری که پایبند بودم بهش، الان به یه درجه رسیدم که سوالات من رو هیچ کدوم از اون مذهبم نمیتونه به من جواب بده. اینجا بود که از اونجایی که خانواده من یک شیعه مذهب بودن، من احساس کردم که شاید اعتقادات شیعه ماست که باعث میشه که ما خیلی از جوابها رو ندونیم و بهتر هست که ما به یک به اصل مطلب که خود اون پیامبر اسلام هست و کتاب اصلی همون قرآن، فقط به اون رجوع کنم و بقیه مسالب رو بذارم کنار. از اونجا بود که من سنی شدم و برخلاف اعتقادات خانواده من اعتقادم رو عوض کردم، سنی شدم. یادم خیلی با پدرم سر همه ماجرا اختلاف داشتم، سعی می کردم که تمام کارها و رفتار سنی ها رو انجام بدم، طرز فکر اونها رو انجام بدم که شاید اینجوری بهتر بتونم خداوندم رو بشناسم. ولی باز هر چقدر توی همون مذهب جلو می رفتم، می دیدم که اون هم نمی تونه ارتباطم رو با خداوند قوی بکنه و انگار یک جای کار ایراد داشت. تمام اینها توی سر من میگذشت و من خب چون چیز دیگری جز این نشنیده بودم و فقط همون رو بلد بودم، سعی میکردم حالا همون رو انجام بدم، ولی همچنان در قلبم در جستجوی خدا بودم. تا اینکه همسرم با مشکلات زیادی توی شغلش و مشکلاتی براش پیش اومد که احساس نیاز کرد که مهاجرت بکنه و خیلی به من میگفت که من باید مهاجرت بکنم و دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم، من بایستی برم جایی که بتونم اون آرامش رو بگیرم. و من هم واقعا راضی نبودم از اون محیط، از اون خانوادم و از مذهبم، از تمام باورهام دل بکنم. ولی از اونجایی که خب خیلی همسرم اصرار داشت و حتی تصمیم بر این گرفته بود که حتی خودش تنها بره و بعداً ما رو به هر جا که میره ببره، من وقتی دیدم که همسرم خیلی توی تصمیمش جدی هست، احساس کردم که بایستی همراهیش بکنم و من هم تصمیممو گرفتم و گفتم باش همراهی میکنم.
ولی دقیقا زمانی که ما تمام کارهای سفر رو آماده کردیم و تصمیم گرفتیم که بریم و دیگه تمام اتفاقات افتاده بود برای اینکه ما حرکت کنیم، من پدرم رو از دست دادم. پدرم خیلی به یک باره بدونی که بیمار باشه یا اتفاق خاصی براش افتاده باشه از بین ما رفت و فوت کرد و ضربه خیلی شدیدی رو اون لحظه من خوردم و افسردگی خیلی شدیدی گرفتم. مدت 40 روزی که باقی مونده بود به سفر من و دقیقا همون تایمی بود که پدرم فوت کرد و من تا 40 روزی که پدرم فوت کرده بود توی ایران موندم، ولی با افسردگی خیلی زیاد و لباس سیاهی که بر تن داشتم و چون من از یک خانواده عرب زبان هم هستم به یاد میارم که خب یک سری اعتقادات و خاصی هم خانواده من داشتن توی مراسم عزاداری. مادر من بعد از اینکه پدرم فوت کرده بود توی یک مراسم عده رفته بود و تماما سیاه پوش بود، تماما از سر تا به پا او رو سیاه پوش کرده بودن و حتی صورتش رو هم با یک پارچه سیاه پوشونده بودن و اجازه نداشت که این پارچه رو پس بزنه. و زمانی که من داشتم خداحافظی میکردم با خانوادم و از ایران میخواستم بیام، حتی من برای آخرین بار نتونستم چهره مادرم رو ببینم و فقط یک دسته از عزیزانم رو با لباسهای سیاه در فرودگاه میدیدم که به بدرقه من اومده بودم و این خاطرات و این شوک بزرگی که به من وارد شده بود باعث شده بود که من رو توی یک افسردگی شدید ببره. من با همون حال و با همون افسردگی و فقط با یک انگیزه، اون هم به خاطر همسرم و به خاطر 2 فرزندم، از ایران خارج شدم و تا مدت‌ها حال خوبی نداشتم. حدود 2 ماه از اومدن من به اروپا گذشته بود. توی کمپ پناهندگی بودیم با شرایط خیلی سخت، با شرایط خیلی اسفناک. واقعا فکرشم یک روز نمی کردم که توی همچی شرایطی زندگی کنم. ما به خاطر که بتونیم پناهندگیمون رو اعلام پناهندگی کرده بودیم اونجا، مجبور بودیم که به کلیسا بریم و خودمون رو آماده بکنیم برای دریافت اقامت و این تنها راهی بود که ما بتونیم توی این کشور بتونیم اون مدرک اقامت رو بگیریم. و با اینکه من اصلا راضی نبودم به این کار، چون احساس خیانت میکردم به خداوند، احساس میکردم که دارم کار اشتباهی رو میکنم، ولی مجبور بودم به کلیسا برم و به حرفهای اونها گوش بدم. ولی اتفاق خیلی عجیبی که اونجا افتاد این بود که من یک نوری، یک آرامش و یک شادی و محبت خاصی رو توی صورت این مسیحی ها می دیدم که تا به حال تجربهش نکرده بودم و احساس می کردم چه آرامشی دارن و چه ارتباط قشنگی با خداوندشون دارن و تو قلبم حسرت می خوردم که چرا این آرامشی رو که سالها انتظارش رو می کشیدم و دوست داشتم داشته باشم هرگز خودم تجربه نکردم. و خب من هیچ چیزی از مسیحیت نمی دونستم، چون اونجا به زبان مادری خودشون صحبت می کردم و ما فقط به عنوان مهمان اونجا می رفتیم و بر می گشتیم. ولی یک روزی که اتفاق خیلی خاص تو زندگی من افتاد، یک خواهر ایماندار به مسیح که به زبان فارسی صحبت میکرد برای اولین بار به اون کلیسا اومد و اون خواهر اولین بار بود که به اون کلیسا دعوت شده بود که برای ما که فارس زبان هستیم از مسیح صحبت کنه. وقتی که من اولین بار این خواهر رو دیدم که داره با زبان فارسی از اعتقاد و باور مسیحیت صحبت میکنه و در مورد رابطه انسانها با خدا و عشق به خود، عشق خدایی صحبت میکنه که به خاطر فرزنداش، به خاطر انسانهایی که خلق کردن و ازشون دور شدن اومده روی زمین و حتی جانش رو داده تا اونها رو نجات بده، من حیرت زده و واقعا پر از
سوال و پر از هیجان به این خانم گوش میدادم. وقتی که صحبتهای این خانم تمام شد، من پر از سوال و پر از هیجان رفتم به این خانم، گفتم که از این مسیح بیشتر برای من بگو. و من اونجا بدونی که اصلا به چیزی فکر کنم و حتی ترسی از این داشته باشم که من اینجا اومدم به خاطر دریافت اقامت و باید به دروغ بگم من مسیحی هستم، حقیقت رو گفتم و به اون خانم گفتم نه، من مسیحی نیستم، من یک مسلمانم ولی تشنه رابطه با خدا. و امروز اون صحبتهای شما من رو وصل کرد به اون رابطه‌ای که میتونم با خدا داشته باشم و میخوام بشناسم این خدا رو و این خدا کیه. و این خواهر برای من تمام سوالاتی رو که سالها توی ذهنم بود و دنبالش میگشتم رو با حوصله و با دقت یکی یکی سوالات من رو جواب داد و من رو مشتاق و مشتاقتر کرد برای اینکه بتونم کتاب مقدس رو بخونم. احساس کردم خدایی که دنبالش میگردم و با خاطرش سالها نمازها خونده بودم، روزه ها گرفته بودم، سوالها از همه کرده بودم، خودش مستقیما بدون واسطه داره با من حرف میزنه. این رو با تمام قلبم احساس کردم و همونجا زانو زدم و قلبم رو دادم به خداوند و از همون موقع زندگی من از این رو به اون رو شد. احساس کردم دیگه آسمون اون رنگی که همیشه میدیدم نیست. احساس کردم برگ درخت‌ها اون تازگی رو داره که هیچ وقت تا حالا ندیدم. احساس کردم همه چیز به یه شکل دیگه است. بعدها فهمیدم که من وارد یک بعد جدیدی از زندگی شدم. من دوباره متولد شدم. تولد دوباره رو واقعا تجربه کردم. من دوباره متولد شدم. امروز من همون ندا هستم، اسمم همون نداست، ولی امروز دیگه من اون ندای قدیم نیستم. من امروز ندا، صدای خدا هستم که خدا من رو نه تنها نجات داده، نه تنها زندگی من رو عوض کرده، بلکه من رو خونده تا همکارش باشم، تا صدای او باشم، تا بتونم اون برکت حضورش رو به دیگران هم معرفی کنم، تا امروز هر کس تو اون افسردگی که اون روز من داشتم هست، تا هر کس که تو اون غم و اون تلخی هایی که اون گذشته بوده یا حتی دنبال سوالاتشه برای رابطه با خدا، امروز من صدایی باشم از طرف خدا تا بهش بگم عزیز خدا، تو برای خدا خیلی با ارزشی، خدا تو رو خیلی دوست داره و زندگی تو رو میخواد نجات بده. قلب و پشت در قلبته، عیسی مسیح پشت در قلبته، در رو میکوبه تا تو در رو باز کنی، تا زندگی تو رو تازه کنه و به تو تولدی تازه ببخشه.